سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ادامه مبحث ریاضیات دهم انسانی، فصل سوم و چهارم، این دوتا فصل ما به خاطر این با هم بگیم که مبحثش در مورد آمار هستش. شما توی مبحث آمار در واقع دو فصل توی دهم میخونید، یک فصل از آمار رو توی یازدهم میخونید و قسمت آخرش توی دوازدهم. یعنی شما چهار مبحث آمار دارید که قاعدتا توی کنکور سراسری حداقل چهار تا سوال ازش دارید، حداقل. حالا ممکنه بیشتر هم باشه. مبحث بسیار مهمیه. فصل سوم در مورد داده های آماری و گردآوری داده ها در واقع میخواد صحبت کنه. منتها قبل از که وارد بحث بشیم، این فصل بچه ها فقط نسبتا میتونیم بگیم که چند قسمتش فصل تعریفیه، یعنی تعاریف و مفاهیم آماری توش در واقع زیاده. به جمله ها خیلی خیلی دقت کنید، در واقع جملاتی که توی کتاب اومده و خیلی روش تاکید شده اونا رو به دقت بخونید که تو ذهنتون جا بیفته و بتونید در واقع به سوالاتش پاسخ بدید. ما اینجا در واقع با مفاهیم سر کار داریم. حالا به خاطر اینکه در واقع مفاهیم بدونیم به چه صورتی هستن، اینا رو به صورت جدول، به صورت در واقع تعاریفی رو تو جدول آوردیم براتون که کار شما رو ساده تر بکنه. اولین تعریف بحث واحد آماریه. واحد آماری به چی میگن؟ به هر کدوم از افراد یا اشیاء، مهم نیست بچه‌ها شیء باشه یا فرد باشه، فرق نمی‌کنه. هر شیء یا هر فردی که قراره اطلاعات مربوط، خوب دقت کنید، هر یک از افراد یا چیزها که اطلاعات مربوط به آنها را می‌خواهیم گردآوری کنیم بهش میگن چی؟ واحد آماری. مثلا ما می‌خوام نمره ریاضی بچه‌های مدرسه رو در نظر بگیریم. خب نمره ریاضی کیه؟ نمره ریاضی بچه‌های مدرسه. پس بچه‌های مدرسه هر کدومشون میشن واحد آماری. داده چیه؟ داده ها اطلاعاتی هستن که از واحد های آماری به دست میاد. یعنی شما تا موقعی که واحد آماری رو پیدا نکردید، داده ای اتوش نمیتونید در بیارید. در واقع شما واحد آماری به عنوان دانش آموز در نظر میگیرید، نمره ریاضی دانش آموز به عنوان داده مطرح میشه. پس داده ها چی میشن؟ داده ها میشن اطلاعاتی که از واحد های آماری میخواد به دست بیاد. حالا ممکنه نمره باشه، ممکنه سایز کفش باشه، ممکنه قد دانش آموز باشه و هر حالا پارامتر دیگه میتونه در واقع در نظر گرفته بشه. جامعه آماری چیه؟ جامعه آماری اون مجموعه ایه که واحد های آماری تو دلش قرار داره. مثلا یک مدرسه خودش جامعه آماریه. چرا؟ چون واحد های آماری که بچه ها هستن داخلش قرار دارن. نمونه چیه؟ هر زیر مجموعه از جامعه آماری بهش میگن نمونه. مثل چی؟ مثلا کلاس های یک مدرسه. شما تصور کنید که بچه های مدرسه میشن واحد آماری، میشن جامعه. حالا هر کلاسی که شما در نظر بگیرید میشه نمونه ای از اون جامعه. در واقع نمونه ها زیر مجموعه های چی هستن؟ زیر مجموعه جامعه آماری هست که اینجا براتون نوشتیم که با روش مشخصی انتخاب شده باشه. خوب دقت کنید، نمونه ها نمیتونن همینجوری انتخاب بشن. حالا در موردش صحبت میکنیم جلوتر. نمونه تصادفی، هر زیر مجموعه از جامعه آماری که به صورت تصادفی، خوب دقت کنید، نمونه با نمونه تصادفی فرق میکنه. شما نمونه رو میری خواسته، یعنی یک چیز خاصی رو در نظر میگیری انتخاب میکنی، اما نمونه تصادفی کاملا تصادفی، یعنی انتخابش معیاری براش وجود نداره و کاملا به صورت رندوم اتفاق در واقع انتخاب میشه. توی جملاتی که تو کتاب درسی اومده، نمونه تصادفی چی گفته؟ گفته مشت نمونه خروار است. یه ضرب المثل براش زده. اما نه هر مشتی بچه، هر مشتی نمونه خروار نیست. مفهومش چیه؟ اگر نمونه تصادفی انتخاب شود، معرف جامعه خواهد بود. در نتیجه شما باید نمونه ای رو انتخاب بکنید که کل جامعه رو پوشش بده، نه اینکه فقط یک قشر خاص یا یک نوع خاصی رو در بر بگیره. داده ها چی میگن؟ داده ها در واقع واقعیت هایی درباره یک چیزند، همون در واقع مورد خاصی که رو هر واحد آماری وجود داره، که در محاسبه، استنباط یا برنامه‌ریزی به کار می‌رود. این جمله رو کاملا به خاطر بسپارید، بسیار جمله مهمی هستش. به صورت جاخالی تو امتحانات داده میشه، این جاخالی‌ها رو بعد شما بتونید پر کنید.
مثال دقت کنید. در یک بررسی آماری می‌خوایم نمره درس ریاضی و آمار دانش آموزان یک مدرسه را بررسی کنیم. این مدرسه 500 دانش آموز دارد، پس جامعه‌اش 500 نفره. ابتدا یک نمونه از بین دانش آموزان المپیادی انتخاب می‌کنیم. آقا این که تصادفی نشد که، داریم می‌بینیم از دانش آموزان المپیادی نمونه انتخاب می‌کنیم. خب این یک نمونه غیر تصادفیه. بعد نمره‌هاشون رو یادداشت می‌کنیم. بعد می‌ریم یک نمونه 10 تایی و یک نمونه 100 تایی از دانش آموزان به طور تصادفی انتخاب می‌کنیم. به این دو تا مهارت میگن نمونه‌های چی؟ تصادفی. واحد آماری چی بود؟ هر یک دانش آموزان. جامعه آماری چی بود؟ همه دانش آموزان مدرسه. داده‌ها چی بودن؟ نمره تک تک این دانش آموزان بودن، مثل اعداد 17، 18، 19، 14، حالا هر عددی که می‌تونه باشه. نمونه چیه؟ نمونه اون دانش آموز المپیادیا بودن، چون تصادفی نبوده و ما رفتیم دقیقاً از یک نمونه خاص افراد رو انتخاب کردیم، بهش میگن نمونه خالی. نمونه تصادفی یه 10 دانش آموز داشتیم، یه 100 دانش آموز داشتیم. پس نمونه ها میتونن حالتهای مختلف باشن. اما نمونه 10 تایی در مقابل 500 تا نمیتونه معیار درستی از سنجش نمره های بچه ها باشه. چرا؟ چون احتمال داره شما از این 10 تایی که انتخاب کردی مثلا هر 10 تاشون نمره هاشون بالای 18 باشه. بعد باید بگیم که خب کل مدرسه نمره هاش بالای 18 بوده، یعنی این مدرسه همه دانش آموزاش اوکی هست؟ قطعا نمیتونیم بگیم. اما وقتی میای یک نمونه 100 تایی انتخاب میکنی، این 100 تا به شما قشنگ میگه که آقا این مدرسه وضعیتش چجوریه، چون توی این 100 تا قطعا نمرات مختلفی وجود خواهد داشت. پس چون جامعهمون بزرگه، جامعه 500 نفری داریم، نمونه 10 تایی برای بررسی این جامعه کوچیکه. به همین دلیل با توجه به تعداد داده هامون نمونه ها رو انتخاب میکنیم. حواستون به این قضیه باشه. یک نمونه خوب باید تصادفی باشه و بیانگر ویژگی های جامعه هم باشه، یعنی باید کل جامعه رو پوشش بده و در واقع شرایط کل جامعه رو در بر بگیره. به این میگن نمونه خوب. اما روش های گردآوری این داده ها به چه صورتیه؟ ما به چه صورتی میتونیم داده ها، یعنی اعدادی رو که نسبت به هر واحد آماری میخوایم پیدا بکنیم، اینا رو گردآوری کنیم؟ شخصی هست به نام آمارگیر، یعنی کسی که آمارگیری رو انجام میده. این شخص میاد به 4 روش مختلف این داده ها رو گردآوری میکنه. این داده ها، حالا این روش ها به چه صورتی هستن با هم بررسی میکنیم. اول روش، روش مشاهده است. مشاهده میگه آقا شما بدون اینکه نیاز به فرد پاسخگو داشته باشی، یعنی اون نفری که قراره ازش اطلاعات بگیرید، نیازی نیست ببینیمش. میریم با مشاهده، با نگاه کردن متوجه میشیم که اصلا وضعیت به چه صورتیه. مثل چی؟ مثل شمارش تعداد وسایل نقلیه عبوری اگه تقاطع. شما نیازی نیست برید از راننده‌ای که پشت فرمون نشسته بپرسی که اصلا شما قرار اینجا رد بشی یا رد نشی یا کدوم بری میخوای بپیچی. اصلا مهم نیست براش، برامون اصلا مهم نیست. ما نگاه میکنیم اون وسیله‌ای که داره رد میشه، برامون کافیه که وضعیتش رو ببینیم که تو این چهارا یا تو این تقاطع چه اتفاقی میفته. یا مثلا اندازه‌گیری وزن محصولات یک باغ، میرید با این نگاه خودتون مشاهده میکنید، وزن میکنید، مشخص میشه چجوریه. نیاز به پرتجو اصلا نداریم، نیاز به خود سابق اصلا نیست. یا مثلا شمارش سرنشینان خودروهای سواری، یه نگاه میندازیم آقا توی این ماشین 3 تا نشسته، توی این ماشین 4 تا نشسته، پس نیازی به این چیزا نداریم. در واقع با مشاهده میتونیم به راحتی این کار رو انجام بدیم. دومین حالت مصاحبه هستش. مصاحبه معمولا بین دو نفر انجام میشه، یک نفر مصاحبه گر یا همون آمارگیر و دیگری مصاحبه شونده یا پاسخگو. پس باید دو نفر وجود داشته باشن که در مورد یک موضوعی با هم صحبت کنن تا ببینیم مثلا وضعیت آمارگیری به چه صورتی خواهد بود. تو خیلی از مصاحبه ها اونایی که میخوان استخدام بشن این روش رو استفاده میکنن. مثل چی؟ زمانی که میخوایم در مورد مسائل فرهنگی، کاهش ترافیک پژوهش بکنیم، میتونیم از این روش استفاده کنیم. اما بعدی پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعه سوالاتی که از پیش تعیین شده. یه سری سوال شما آماده میکنید، از پیش آماده است، میدیم به قول من دست مردم و ازشون نظرخواهی میکنیم. تا در واقع این پرسشنامه وقتی کامل میشه متوجه میشیم که اصلا نظر مردم به چه صورتی خواهد بود. مثل چی؟ گردآوری داده ها در سرشماری نفوس مسکن. مرکز آمار ایران هر 10 سال اگه یادتون باشه، ممکنه یه دورش یادتون باشه، با استفاده از پرسش
در واقع پرسشنامه و اطلاعات خانوادگی توی هر خانوار میان اطلاعات جمع‌آوری میکنن که این خانواده مثلا شغل پدرشون چیه، چند تا بچه هستن، به چه صورتی، تمام ریزکاری‌های هر خانواده رو چیکار میکنن به صورت پرسشنامه در اختیار میگیرن. یا مثلا گردآوری داده‌ها درباره میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد. اگه دقت کرده باشید مثلا تو بانک ببینید نوشته نظرخواهی، فرم نظرسنجی گذاشتن، یا تو مدرسه مثلا در مورد یک معلمی مثلا نظرسنجی میذارن، یک پرسشنامه میدن بچه‌ها پر میکنن و نظر بچه‌ها رو اونجا بررسی میکنن. یه نکته مهم داریم تو سرشماری بچه‌ها، همه افراد جامعه مورد مطالعه قرار میگیرن، همه افراد. اندازه نمونه با خود جامعه برابره، دیگه اونجا نمونه گیری ما نداریم، همه رو میخوایم بررسی بکنیم، پس دیگه نمونه وجود نداره، اندازه جامعه با اندازه نمونه با هم برابره. و قسمت آخر دادگان هستش. دادگان در واقع مجموعه اطلاعاتیه که یک حالا شرکت یا اداره‌ای در اختیار داره و میتونه حالا در اختیار آمارگیر قرار بده. مثلا شما فرض کنید میخواید برید بگید آقا آمار قبول شدگان مثلا شهرستان شیراز توی کنکور سال مثلا 90 چند نفر بوده، خب باید قطعا بری سازمان سنجش لیست دانش آموزان قبول شده سال 90 رو بیاره شهر شیراز رو ببینی چند نفر بودن. بهترین روشی که میشه در واقع اطلاعات در آورد به این صورت. این شد چهار روشی که میتونیم در واقع داده ها رو مشخص بکنیم. خب بریم ببینیم حالا این قسمت هایی که گفتیم الان خدمتتون رو تو جدول به چه صورتی میتونیم بیاریم و چجوری میتونیم اینا رو در واقع یاد بگیریم. من اینا رو براتون دسته‌بندی کردم، خوب دقت کنید. روش اول مشاهده. نیاز به فرد پاسخگو نیست، مزیتش اینه که نیاز به فرد پاسخگو نیست، اما محدودیتش به چه صورتیه؟ پایین بودن دقت این روش در جمع‌آوری اطلاعات. شما خیلی موقع ها ممکن اصلا تو ماشین یه نفر نبینید که بخواید سرنشینش رو بشمارید، یا یه ماشین لابلای ماشینای دیگه با سرعت رد میشه شما نمیتونی بشماریش و خیلی چیزای دیگه، پس محدودیت داریم براش. دومی مصاحبه است. مصاحبه زمانی که در واقع اطلاع کافی از پاسخهای ممکن نداشته باشیم میتونیم از این روش استفاده کنیم، بریم با طرف صحبت بکنیم، ما نمیدونیم پاسخها به چه صورتی بوده، میریم مستقیم از خودش میپرسیم آقا داستان چیه. محدودیت چیه؟ ممکنه فردی که مصاحبه شونده هست اصلا اطلاعات دقیق از اون سیستم نداشته باشه، یعنی آدم صاحب نظری نباشه. خب هم معایب داره هم مزیت داره، جفتشو باید بدونیم. پرسشنامه، مرسوم ترین ابزاری که وجود داره پرسشنامه است. اگر تعداد واحدهای نمونه زیاد باشه این روش زمانبر و هزینه زیاد داره. خب این که میدونید بچه اگه نفرات زیادی رو بخوایم پرسشنامه بهشون بدیم بررسی این پرسشنامه ها خیلی وقتگیر میشه. معمولا جایی که محدودیت داریم میتونیم از این روش استفاده کنیم. سرشماری مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اولا هزینهش زیاده، زمانبره، خطای بیشتری داره، امکان استفاده در بررسی های مخرب رو نداره، زیرا باعث از بین رفتن بخشی از جامعه میشه. میدونید که ممکنه برید توی خونه ای مثلا برید توی محله 6 تا خانوار نباشن، اصلا رفته باشن مسافرت یا نبود اصلا تو ایران نیستن، بعد که شما سرشماری انجام میدید مثلا یه عده‌شون فوت میکنن یا یه عده‌شون نمیان. از در واقع اون وضعیت کلی، اون در واقع معیار اصلی که میخوام ازش در واقع بگیریم و وجود نداره، در کل یه وضعیت در واقع نابسامان به وجود میاد براش و باعث میشه که ما شرایط خوبی برای نظر نداشته باشیم. به همین دلیل معمولا سرشماری رو تا حد امکان انجام نمیدن، به خاطر اینکه مشکلات زیادی داره توش. یا مثلا فرض کنید که همه افراد جامعه ممکن دو دسترس نباشن اصلا. مثلا شما یه خونه ای فرض کن سرشماری میکنید، به خونه بعدی که میرسی مثلا اون خونه فوتی میده، نمیدونی، یا یه بچه به دنیا میاد، مشخص نمیکنه دیگه اون وضعیت، اون مدت زمانی که داره سرشماری انجام میشه این اتفاقا میفته و در نهایت نتیجه مناسبی رو نخواهد داشت. و در نهایت دادگان مزیتش اینه که اولا الان خیلی روش در واقع مدرن شده دیگه، راحت میذاریم الان تو اینترنت میذاری گوگل میکنی همه چی میذاری، یه در واقع اطلاعات کلی از هر چی بخوای میتونی بگیری. ولی یک مشکلی هم داره، اینه که ممکنه اون ادارجات یا اون مرکز اطلاعات به شما اطلاعات کامل رو ندن. آقا مثلا فرض کن که
میری بانک مثلا شماره حساب یه نفر میخوای، آدرس یه نفر باید بد نمیده. یعنی محدودیت در واقع اطلاعاتی داریم. این هم یکی از مشکلاتی که توی دادگان وجود داره. در هر صورت بچه ها توی هر چهار حالتی که ما برای در واقع به دست آوردن داده ها انتخاب میکنیم مشکلاتی وجود داره. باید اول ببینیم این داده ها به چه صورتی هستن، چی هستن، بعد مناسب ترین روش رو براش انتخاب بکنیم. خب بریم سراغ متغیرها. متغیر هر ویژگی، خوب دقت کن، هر ویژگی از اشخاص یا اشیا که قرار است بررسی شود. یک ویژگی رو میخوای بررسی کنی از اشخاص یا اشیا، یه نکته خیلی مهم هست. شاید تفاوت خیلی عمده‌ای بین داده و متغیر وجود نداشته باشه، اما دقت کن اینجا رو، یه فرقی بین متغیر و داده وجود داره. متغیر یک ویژگیه که میخواییم برای واحد آماری بررسی کنیم. خوب گوش کنید، واحد آماری همون افراد یا اشیایی بودن که در موردش صحبت کردیم. متغیر یک ویژگی از اون واحد آماریه، اما اطلاعاتی که در این بررسی برای متغیر به دست میاد اسمش داده است. پس ببینید، ویژگی اون واحد آماری بهش میگن متغیر، اطلاعاتی که برای اون متغیر به دست میاد بهش میگن داده. پس داده ها اطلاعاتی برای متغیر ها هستن و متغیر ها خودشون یک ویژگی از واحد آماریه. اینو دقت بکنید که تفاوت بین متغیر و داده به چه صورتی خواهد بود. متغیر ها کلن دو دستن، یا کمی هستن یا کیفی. منظور از کمی یعنی عددی، کیفی یعنی در واقع بدون عدد، توش عدد به کار نمیره، کیفیت داره فقط، خوب بد به این صورت. کمی مقادیر عددی میگیرند، خوب دقت کنید، و برای آن عملیات ریاضی مثل جمع و تفریق قابل انجامه، مثل وزن، قد، سن، درآمد، حقوق و چیزهای دیگه. کیفی چیه؟ کیفی برای دسته‌بندی افراد یا اشیا به کار میره و لزوماً مقدار عددی نمیگیرد. ممکنه ما یک عددی بهش بدیم به نام نماینده اون، مثلا خوب بد زشت، مثلا حساب بکنید خوب بد، بگیم مثلا 1-2-3. خب ممکنه بگیم مثلا 1-2-3 نماینده خوب بودن یا بد بودن، اما عدد واقعی نیستند. یعنی با یک عدد نمیتونیم بیانش بکنیم. مثل چی؟ مثل جنسیت، مثل ملیت، مثل نام، مثل گروه خونی. بعد از تعیین نوع متغیر، یعنی اول متغیر رو مشخص میکنیم، میریم سراغ اندازه‌گیریشو. این یه متغیر رو ما بخوام اندازه‌گیری کنیم، بعد به چه صورتی این کار رو انجام بدیم. متغیرها کلن به 4 دسته تقسیم میشن. خوب دقت کنید، متغیرها یا کیفی هستن یا کمی. اگه کمی باشن یا فاصله‌ای یا نسبتی، و اگر کیفی باشن یا اسمی‌ان یا ترتیبی. پس 4 مدل داریم. اول نوع متغیر رو مشخص میکنیم، بعد بریم سراغ این که شاخه از اون متغیر حالا چه مدلی هست، کمی باشه یا فاصله یا نسبتیه، کیفی باشه یا اسمیه یا ترتیبیه. اینجا بچه ها من توی یک جدول براتون کامل آوردم. این مثالهایی که براتون زدم اینجا بچه ها مثالهای کاملیه، یعنی شما فکر نمیکنم چیزی پیدا بکنی که در واقع توی این جدول نباشه. تقریبا چکیده ی هر سوالی که ممکنه مطرح بشه توی متغیرها توی این هست. بریم سراغ متغیرهای کیفی. خوب دقت کن، متغیرهای کیفی اسمی میتونن باشن. حالا اسمی رو نگاه کنی ویژگیش چیه. ویژگی متغیر اسمی، اولا ترتیب توش وجود نداره. مثلا شما رنگ ها رو میخوای بچینی، سفید به سیاه ارجحیت نداره. یا مثلا گروه خونی میخوای جدول درست کنی براش، این که اول او باشه یا اول مثلا گروه خونی آ باشه اینا اصلا مهم نیست، چیدمانش اصلا مشکلی نداره. 2، برای گروه بندی یا دسته بندی به کار میره. گروه خونی آ، گروه خونی ب، گروه خونی آب، گروه بندی میشه. گروه رنگ های تند، گروه رنگ های مثلا ملو، گروه رنگ های مثلا هات، حالا حالت های مختلف. 3، کدهای عددی در این مقیاس در واقع عدد نیستند، بلکه صرفا برای گروه بندی. مثل رنگ مو،
آقا مثلا گروه یک رنگ مو شماره یک، این شماره یک این بنابه قدرت اون رنگ یا کیفیت رنگ یا حالا سیستمی که چیدمان اون رنگ ها وجود داره گذاشته یک، بعدی رو گذاشته دو، بعدی رو گذاشته سه. این یک و دو سه واقعا عدد یک و دو سه نیستن، نمایندهی هستن برای اینکه ما بتونیم راحت تر این رنگ ها رو بررسی بکنیم. پس این کدایی که در واقع توی که در واقع متغیرهای کیفی اسم می‌بینیم اینا عدد واقعی نیست. اما مثال‌هاشو نگاه کنید. گروه خونی شماره دانش آموز، بچه‌ها شماره دانش آموز دیدین یه عدد مثلا 5 رقمی 6 رقمی 7 رقمیه، اون عددی که شما اینجا می‌بینید واقعا عدد نیست، نماینده یک دانش آموزه که یک شیء یک فرد در واقع. جنسیت، آقا زن رو میزنن تو جدول یک، مرد رو میزنن دو، یک منهای دو معنی نداره چون اصلا عدد نیستن اینا. پس عملیاتی در واقع روی اعداد صورت نمیگیره. مثلا شما دو تا شماره دانش آموز داری مثلا اصلا کمشون کنی، خب چی به دست میاد؟ یه شماره دانش آموز جدید به دست میاد؟ نه، اصلا معنی نداره دو تا دانش آموز اصلا کم بکنیم که چی بشه. پس میبینید جمع و تفریق اصلا روی اون اعدادی که شما بهش میدید امکان پذیر نیست. نام ها، اسم، اسمای اسمای مثلا اسم استان ها، اسم نمیدونم رستوران ها، اسم رنگ ها، اینا هر کدومش اسم میشه در واقع متغیر اسمی. وضعیت تأهل یا متأهل هست یا مجرد. رشته تحصیلی، رشته مکانیک مثلا، رشته برق، رشته فلان، اسم دیگه. رنگ گلها، مدل مو، اینا همشون ببینید بحث در واقع اسمی هستن. بریم سراغ ترتیبی. توی نمونه های ترتیبی، متغیرهای ترتیبی قابل مرتب کردن هستن، اختلاف بین اصلا مقادیر داده ای ندارند، اصلا اینا وجود نداره، اینا رو کلن خط میزنیم، اینا وجود نداره. همین ترتیبی فقط چیه؟ قابل مرتب کردن هستند. همین، میتونیم داده ها رو مرتب کنیم، توش عدد به کار نمیره. نگاه کنیم مثل چی؟ رتبه دانش آموز در یک کلاس. بچه رتبه دانش آموزی دستبنده میشه دیگه، به ترتیب میاد پایین، از بزرگ به کوچیک یا از کوچیک به بزرگ فرق میکنه. مقام کسب شده تو مسابقات، رتبه یک، رتبه دو، رتبه سه. مراحل کشت میوه، مراحل کشت میوه نیاز به زمان داره، یک بازه های زمانی داره بهش میخوره و این میوه کشت میشه. یا مراحل رشد یک حیوان، یا مراحل تحصیل، اینجا اضافه کنیم شماره 50، مراحل تحصیل. شما وقتی که تحصیلاتو شروع میکنی از ابتدای شروع میکنی، میری راهنمایی، راهنمایی دوره اول، دوره دوم تموم میشه، میری دانشگاه، به ترتیب همینجوری سلسله مراتب میره جلو. یا مثلا فرض کنید که مراحل مثلا درجات نظامی، خب یه تایمی بهش میخوره مشخصه دیگه، این زمان بندی بهش میخوره و بهش میگن در واقع کیفی ترتیبی. پس در واقع متغیرهای کیفی دو حالت هستن، یا اسمی هستن یا ترتیبی، یه مشخص کردیم به چه صورتی. اما مهمترین قسمت حالتیه که کمی باشن، یعنی عددی باشن. تو حالت عددی ما دو قسمت داریم، یا فاصله‌ای هستن یا نسبتی. مهمترین بچه ها قسمت درس همینجاست که تفاوت بین فاصله‌ای و نسبتی رو بدونیم. خوب گوش کن اینجا رو، ویژگی‌هاش ببینیم چیه. اولا فاصله قابل مرتب کردنه. اختلاف بین مقادیر داده ها با معناست، یعنی معنی داره، تک کم کردن از هم دیگه. صفر قراردادیه. این یعنی چی؟ بچه ها صفر وجود داره اما بحث قرارداده. یعنی صفر، ما معمولا وقتی میگیم صفر معنی نیستی بهش میدیم، یعنی وجود نداره. اما اینجا صفر معنی وجود نداشتن نیست، اینجا صفر خودش به عنوان یک پارامتر معنی میده، یعنی یک قرارداده، دلیل بر نبودنش نیست. مثل چی؟ مثلا دمای هوا. خب میگیم دمای هوا صفر درجه، یعنی این هوا وجود نداره الان؟ نه، معنیش این نیست.
صفر درجه یعنی صفر درجه، یعنی الان یه عددیه که در حالت انجماد داره قرار میگیره، هوا سرده. شما وقتی میگی هوا شده صفر درجه، متوجه سرد شدن هوا میشه. پس اینجا صفر یک قرارداده، یک عدد نیست، معنی واقعی صفر نیست، یک قرارداد عددیه. مثل چی؟ مثلا مثالهایی از نمودار از متغیر کمی فاصله ای مثال بزنیم، مثل درجه حرارت، دمای بدن. آقا دمای بدنش صفر شده، یعنی دما اومده پایین. سالهای شمسی از صفر شروع شده رفته بالا دیگه، یعنی ما 1401 من یه جا شروع شده دیگه، از یه صفر شروع شده، بعد شده یک، بعد شده دو. سال تولد یه جایی بالاخره شما صفر بودی که بعد روز شده، بعد شده ماه، به ترتیب اومده جلو. زمان شروع امتحان، ذره زمان شروع امتحان یه جا صفر وجود داشته دیگه. این صفر معنی نبودن نیست. میبینید چی میگم؟ بحث قرار داده. پس این نمونه ها رو به عنوان در واقع کمی فاصله ای در نظر میگیریم. اما بریم سراغ کمی نسبتی که خیلی ویژگی ها توش هست. تو نسبتی بچه ها قابل مرتب کردن مثل بالا وجود داره، اختلاف داده ها مثل بالا وجود داره، اما نسبت بین مقادیر هم وجود داره. نسبت بین مقادیر هم وجود داره بچه ها. اینجا صفر به معنای نبودن ویژگیه. وقتی شما میگی شماره کفش دانش آموز صفره، یعنی اصلا دانش آموز وجود نداره. شماره کفش وقتی صفر میشه، یعنی اصلا دانش آموزی وجود نداره. قد دانش آموز صفره، خب یعنی واحد آماری اصلا وجود نداره که بخواد قدش صفر باشه. پس صفر معنی واقعی میده اینجا. متغیرهایی هستند که با واژه تعداد شروع میشند. نگاه کنید، نمره، میگن نمره فلانی سه برابر نمره فلانی شد، پس نسبت توش وجود داره. نمره صفر یعنی نیست، اون درس اصلا نمرش وجود نداره. وزن، وزن صفر یعنی اصلا اون پارامتر وجود نداره که بخواد وزن داشته باشه. نسبت وزنی وجود داره، آقا وزن فلانی نصف وزن فلانیه، خب نسبتی وجود داره. بس قد، قد فلانی دو برابر قد فلانیه، وجود داره. طول همینطور، حقوق این یکی دو برابر حقوق اون یکیه. جمعیت، جمعیت این یکی سه برابر جمعیتونه. وقتی میگن جمعیت صفر یعنی اصلا وجود نداره، یعنی اون کشور اصلا وجود نداره. سن، میزان درآمد، غلظت یک محلول، مقدار یک داده، تعداد گل‌های زده شده توی فوتبال. میگن این بازی نسبت به اون بازی 4 تا گل بیشتر داشت یا 3 برابر اون بازی گل داشت. می‌بینید قشنگ معنی پیدا می‌کنه. مدت زمان پاسخگویی به سوالات، درجه حرارت در حد کلوین. این خیلی مهمه. چرا کلوین؟ بچه‌ها صفر کلوین جنبش مولکولی توش صفر میشه. وقتی جنبش مولکولی صفر بشه، متوقف بشه، انگار وجود نداره. پس اینجا به معنی نبودن واقعیه. این در واقع 13 موردی که برای متغیر نسبتی براتون نوشتم. دیگه این مورد خارج نداریم بچه ها. هرچی بخوان سوال بدن توی همین قسمت هاست که خدمتتون گفتم. تعیین نوع متغیر. آقا نوع متغیر رو چجور تعیین کنیم؟ گام اول، اول بریم سراغ این که آقا متغیر شما کمیه یا کیفی. اگه برای داده ها یک متغیر واحد اندازه‌گیری وجود داشته باشه، خوب دقت کن، اون متغیر کمیه. آقا اگه واحد اندازه‌گیری وجود داشته باشه، من میتونم عدد بهش نسبت بدم. من با چی میخوام اندازه‌گیری بکنم؟ اگر چیزی قابل اندازه‌گیری بود، من میتونم بهش بگم آقا این متغیر متغیر کمیه. مثل چی؟ مثل وزن که بر حسب گرم یا کیلوگرم میتونه مطرح بشه، یا مثل حقوق بر حسب تومان، ریال یا دلار حالا مثلا باشه، یا حالا اگر واحد اندازه‌گیری وجود نداشته باشه. در صورتی که واحد اندازه‌گیری وجود نداشته باشد، اون وقت عملیات ریاضی دیگه مثل اختلاف داده ها معنی پیدا نمیکنه. اینجا دیگه ما میریم سراغ چی؟ متغیر کیفی. متغیر جنسیت مثل زن یا مرد، اختلاف داده اصلا معنی نداره اینجا. پس نوعش چیه؟ نوع کیفیه. رتبه ورزشکار، مثلا رتبه اول منهای رتبه دوم، اصلا معنی نداره توش. پس میشه چی؟ در واقع میشه
نوعش میشه بیمعنی، چون تفاضلش بیمعنی هستش پس میشه نوع کیفی. اینا در واقع بحث کیفی و کمی بود که اول مشخص بکنیم ببینیم آیا این داده‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم اصلا میشه اندازه گیریش کرد یا نه. اگه بشه اندازه گیری کرد، هر چیزی که اندازه گیری بشه میشه کیف، میشه کمی. هر چیزی که اندازه گیری نشه میشه کیفی. حالا تو کمی و کیفی میریم تو شاخه فاصله یا نسبتی ببینیم حالا کدوم قسمتش میتونه باشه. گام دوم، تعیین فاصله ای یا نسبتی بودن متغیر. آقا متغیر شما فاصله ای یا نسبتیه؟ ببینیم، اگر صفر در داده های متغیر به معنای نبود ویژگی باشد، این متغیر نسبتیه. یعنی اگر صفر به معنی نبودن باشه، معنی نیستی به شما بده، آره اون میشه نسبتی. اما اگر قراردادی باشه میشه فاصله ای. مثل چی؟ در داده هایی که برای متغیر تعداد به دست میاد، صفر معنی نبود ویژگیه. تعداد دیگه آقا صفر یعنی نیست. وقتی صفر به معنای نبود ویژگی باشه، این در واقع میشه چی؟ میشه نسبتی. ولی تو متغیر درجه حرارت نه، صفر معنی در واقع واقعی نداره، اینجا صفر قراردادیه. وقتی قراردادی میشه پس قضیه فرق میکنه، داستان میشه فاصله ای. پس این صفر خیلی مهم شد. ما برای تشخیص فاصله ای و نسبتی باید صفر رو در نظر بگیریم. آیا معنی صفر به معنای نیستی هستش، نبود اون داده هست که میشه نسبتی؟ اگر نه به معنی قرارداد باشه، یعنی صفر یک معنی نبودن رو به خودش نگیره، اون وقت میشه فاصله ای. که فقط یه مدل هست بچه‌ها دقت کرده باشین، درجه حرارتی که، یعنی درجه مثلا شهرستانی، درجه حرارتی که میتونه فاصله ای باشه. صفر اینجا معنی قراردادی داره. اما بریم سراغ اسمی و ترتیبی بودن یک متغیر کیفی. اگر تو داده ها یک ترتیب معنی داشته باشه، یه ترتیب انواع کیفی ترتیبی، یعنی ما بتونیم یک نظم و ترتیب به داده ها بدیم. مثلا میگن آقا کیفیت غذا، میگیم عالی، خوب، متوسط، بد. خب این داره ترتیب میگه دیگه، بالا به پایین داره میاد. اینجا میتونیم بگیم متغیر، مثلا طعم غذا یک متغیر ترتیبیه، یه متغیر کم کیفی ترتیبیه. اما اگه نتونیم براش عدد بگیم، یعنی متغیر نسبت به اون یکی مشکلی نداشته باشه، مثل اسمها، اون وقت میشه چی؟ میشه نوع کیفی اسمی. مثل گروه خونی به شکل او آ آ ب یا ب مثلا مطرح میشه. پس متغیرهای کیفی اسمی و کیفی ترتیبی هم به این طریق میتونیم در واقع متوجه بشیم به چه صورتی خواهد بود. یا مثلا نگاه کنید اینجا، متغیر مقاطع تحصیلی، داده ها به شکل دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا هستش. چون ترتیب وجود داره نوعش میشه کیفی ترتیبی. پس در واقع مراحل تحصیل میشه کیفی چی؟ ترتیبی. یا مثلا متغیری مثل شماره دانش آموزی از نوع کیفی اسمیه. چرا؟ درست شماره دانش آموزی یک عدده، اما اصلا معنی جابجایی و ترتیب و ترتیب قرار گرفتن براش معنی نداره. مثلا عدداشو از هم کم بکنیم بیمعنی میشه، بر هم تقسیم بکنیم بیمعنی میشه. یا مثلا بگیم این دانش آموز برتر از اون یکیه، اون بره بالایی به پایین، اون شماره اصلا نمیشه این کار انجام داد. اینو بهش میگن چی؟ میگن کیفی اسمی. بریم سراغ آماره و پارامتر. اینا دیگه در واقع نکات اساسی هستش که ما اینا رو بدونیم تا بتونیم در واقع مفاهیم رو بهتر متوجه بشیم. آماره و پارامتر محاسبات داره، ولی خیلی محاسباتش در واقع جمع و جوره، یک نسبت فقط. ببینیم پارامتر جامعه چیه. پارامتر جامعه یک مشخصه عددی هستش، توصیف کننده جنبه خاص از جامعه است. مثلا شما میخواهید که از توی یک مدرسه دانش آموزان المپیادیشو نسبت بگیرید. آقا دانش آموز المپیادی نسبت به کل دانش آموزا چند نفر میشن؟ این یک عدد نسبتی میشه، نسبت دانش آموزان المپیادی به کل دانش آموزان مشخص میکنه. یک ویژگی خاص از جامعه رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه که یک ویژگی عددی از جامعه است، همون نسبتی که خدمتتون گفتم. ما زمانی میتونیم از پارامتر، در واقع پارامتر رو محاسبه کنیم که کل جامعه رو داشته باشیم.
شما اگه کل جامعه رو نداشته باشی چجوری میخوای اون مقداری که پیدا کردی رو برای یه چیزی تقسیم کنی؟ اون یه چیزی باید کل جامعه باشه دیگه. پس زمانی شما میتونید پارامتر استفاده کنید که حتما کل جامعه رو داشته باشید. نکته ای که اینا به هم ربط پیدا میکنه دقیقا همینه. مثال دقت کنید. نسبت دانش آموزان تک فرزند به کل دانش آموزان یک کلاس یک پارامتر برای جامعه است. برای به دست آوردن این پارامتر باید اطلاعات تمام دانش آموزان رو داشته باشی. فرض کنید که این کلاس 30 تا دانش آموز داره. خب که 17 نفرشون تک فرزندن. نسبت 17 به 30 رو که میشه حدوداً 56 صدم بهش میگن پارامتر این جامعه. پارامتر جامعه بخش خاصی از این جامعه بود، تک فرزندی ها بود که نسبت به کل جامعه که 30 نفر بودن مقدار عددش مشخص شد. حالا نسبت یعنی چی؟ همین کارا نوشتم براتون، یعنی همین کاری که بالا کردیم، یعنی تعداد اعضای مورد نظر رو تقسیم بر تعداد اعضای کل بکنیم. حالا فرض کنید که از این 30 تا دانش آموز که ما داشتیم یک نمونه 10 تایی انتخاب کردیم. خوب گوش کن، قبل از اینکه بیایم بریم اون ویژگی تک فرزندی رو حساب بکنیم، اول یک نمونه از 30 نفر انتخاب کردیم. یک نمونه چند تایی؟ 10 تایی. حالا میریم از این 10 تا میبینیم که یک نمونه 5 نفره انتخاب کردیم که تک فرزند باشند. حالا دیگه این 5 به 30 تقسیم نمیشه، میاد به این 10 تقسیم میشه. چرا؟ چون من یک نمونه انتخاب کردم. در واقع میام پارامتر رو، خوب دقت کن، میام همون حالت پارامتر رو توی نمونه انتخاب میکنم، تو نمونه تقسیمش میکنم، نمیام بر کل تقسیم بکنم. میگم اون عددی که پیدا کردم توی 10 تا انتخاب کردم، تعداد فرزندان توی نمونه 5 تا بوده، کل نمونه من چقدر بوده؟ 10 تا بوده. جواب میشه نیم. به این عدده میگن آماره. پس آماره ها زیر مجموعه های پارامترن. در واقع آماره ها نمونه هایی هستند از جامعه که اومدیم نسبت رو توش پیدا کردیم. این اعدادی که از آماره به دست میاد اگر به پارامتر نزدیک تر باشه، در واقع تخمین خیلی خوبی داریم در برای جامعه انجام میدیم. عددی که به دست اومد اسمش پارامتر نیست، این بالاییه. چرا؟ چون برای کل جامعه نیست که، فقط برای اون نمونه هست. به اسم این، در واقع اون حالتی که پیدا کردیم، اسمش میشه آماره. پس آماره ها بر اساس نمونه ها به دست میان. بچه ها یک جامعه به نظر شما چند تا نمونه میشه توش انتخاب کرد؟ قطعا بیشمار. نتیجه ما بیشمار عدد آماره داریم، یعنی آماره ها با هم فرق میکنن، اما پارامتر جامعت همون مقدار واقعی که هست میمونه. پس پارامتر ثبات داره، اما آماره ها به خاطر اینکه نمونه ها تغییر میکنن ثباتی ندارن. آماره چیه حالا؟ یک مشخصه عددیه که توصیف کننده جنبه خاص از نمونه است. پارامتر چی بود؟ جنبه خاص از جامعه است. اون جامعه است، این نمونه است و از داده های نمونه به دست میاد. به بیان ساده تر، ویژگی عددی است که یک نمونه را توصیف میکند. اون نمونه رو توصیف میکنه. حالا وقتی شما آماره ها زیاد میشه، من اینو تو قسمت کنکوری کامل گفتم، تکنیک های حلش هم گفتیم اونجا، حالا تشریف ببرید ویدیوشو ببینید، اونجا مثال های متنوعی از در واقع آماره و پارامتر حل کردیم، اما در حد کتاب درسی و حتی فراتر از کتاب درسی، اینایی که دارم خدمتتون میگم کاملا میتونه کمکتون کنه. بسیار خوب، مثال بعدی دقت کنید. گفته فرض کنید از آن کلاس 30 نفره یک نمونه 15 تایی انتخاب کردیم. نمونه 15 تایی انتخاب شده که از این 15 نفر 9 نفر تک فرزندن. پس توی نمونه من یه 9 تا تک فرزند داریم که اگر 9 رو به 15 تقسیم بکنیم میشه 6 تا. بچه‌ها یه نمونه 10 تایی انتخاب کردیم، خب که 5 تاش تک فرزند بود، شد چقدر؟ 5/10. جواب شد 1/2 یا نیم. نمونه بعدی 9/15 بود، شد 6/10. این دوتا عدد اگه نگاه بکنیم با پارامترمون که 56 صدم اختلاف زیادی نداره. این نشون میده که
نمونه هایی که انتخاب کردیم نمونه های درستی بودند که ما رو به پارامتر چیکار کرد؟ نزدیک‌تر کرد. بچه ها پس نمونه ها رو برای اینکه تستشون بکنیم ببینیم آیا این نمونه درسته، منطقیه یا نه، کافیه که بیایم آمارش رو حساب بکنیم. این آماره هرچی به پارامتر جامعه نزدیک‌تر باشه، پس شما نمونه بهتری انتخاب کردید. نکته، پارامتر مربوط به جامعه است. دقت کن، پارامتر مربوط به جامعه است ولی آماره مربوط به نمونه است. پارامترها همواره ثابت هستند ولی آماره ها از یک نمونه به نمونه دیگر تغییر می کند. همون نمونه که الان بالا انتخاب کردیم، یکی شد نیم، یکی شد 0.6. اگر داده های کل جامعه آماری رو داشته باشیم، بهتر است که از پارامتر استفاده کنیم. وقتی کل جامعه رو داری خود از پارامتر استفاده میکنیم، ولی وقتی که اطلاعات تمام جامعه موجود نبود، اینجا بچه ها خیلی این کار زیاد انجام میشه. ما اطلاعاتی از جامعه نداریم اما آمارها و نمونه های کوچیکی داریم. خوب گوش کن اینجا رو. ما وقتی که میریم نمونه گیری میکنیم از جاهای مختلف، مثلا میخوای خط فقر رو بررسی کنیم، این توی جوامع مختلف کشور، جامعه های توی مناطق مختلف کشور نمونه های انتخاب میکنیم، توی این نمونه ها میایم فقر رو حساب میکنیم، به ما یک آماره میده. این آماره هایی که به دست میاد میانگینش میتونه چی باشه؟ میتونه تقریبا پارامتر جامعه باشه. یعنی ما با توجه به اینکه کل جامعه رو نداریم، میتونیم با داشتن آماره ها چیکار کنیم؟ پارامتر جامعه رو تخمین بزنیم، حدس بزنیم که چه اتفاقی داره براش میفته. الان شما دو تا آماره داشتید، درسته؟ یکیش نیم بود، یکیش 0.6 بود. الان اگه میانگین بگیریم میشه 55%، در صورتی که پارامتر جامعه چقدره؟ 56%. ببین چقدر بهش نزدیک بود. حالا هر چی شما این آماره ها رو بیشتر بگیرید، به مقدار پارامتر واقعی چی میشید؟ نزدیک‌تر میشید. نمونه های خوبی بوده پس که ما رو به مقدار پارامتر نزدیک کرده. اما یه موقع از یه نفر میگه آقا من دو نفر انتخاب کردم، یه نمونه دو نفر انتخاب کردم که از شانس شما این دو نفر خودشون تک فرزندن، یعنی در واقع نمونه تون مقدار آماره برابر 1 میشه. میبینید که عدد 1 از 56% خیلی بالاتره. این نشون میده که شما اینجا نمونه درستی انتخاب نکردید. پس اگه قرار باشه پاسخگوی مسائل آماری باشیم، باید حتما نمونه های درست انتخاب بشه تا بتونیم هم براش برنامه‌ریزی مناسب داشته باشیم، هم بتونیم در موردش تصمیم بگیریم. اینا یکی از موارد بسیار بسیار مهم توی بحث آمار هستش. عدد آمار از عدد پارامتر کوچیک‌تره. معلوم نیست بچه، باشه ممکنه بزرگتر باشه، ممکنه کوچیک‌تر باشه. کی گفته کوچیک‌تره؟ چون نمونه از جامعه کوچیک‌تره باید عدد آمار و پارامتر کوچیک‌تر باشه؟ خیر، ما فقط میتونیم بگیم عدد آمار با پارامتر ممکنه کوچیک‌تر باشه، ممکنه بزرگتر باشه، ممکنه مساوی باشه. هیچ قانونی وجود ندارد که بگیم همیشه همچین چیزی هست یا نیست. ولی میدونیم یک نمونه انتخابی خوب عدد آماره به عدد پارامتر چی میشه؟ نزدیک میشه. آقا نزدیک میشه کدوم و نزدیک میشه؟ مهم نیست بچه ها، از پایین نزدیک شد بالا مهم نیست. پس این نزدیک شدن مهمه. پس اگر آماره، اگر نمونه خوب داشته باشیم، عدد آمارتون به عدد پارامتر چی میشه؟ نزدیکتر میشه. تمرین، در یک جامعه آماری کدام مشخصه عددی درست است؟ نگاه میکنیم، پارامتر ثابت، آماره ثابت. خیر، پارامتر ثابت، آماره متغیر. بله، پارامتر متغیر، آماره ثابت. خیر، جفت متغیر. خیر، گزینه دو. خیلی ساده. آمار چیست؟ علم آمار به دنبال راهی برای بیان ریاضی پدیده های علوم تجربی است، زیرا کشف رابطه بین پدیده های علوم تجربی باعث پیشرفت آنها میشه. حالا اینجا مهمه، به مطالعه نحوه گردآوری، سازماندهی، تحلیل و تفسیر داده ها برای استخراج اطلاعات و تصمیم گیری آمار گفته میشود. معنی در واقع علم آماره. برای پاسخ به سوالات مفهومی باید به جملات کتاب درسی مسلط باشید. بسیار مهمه این.
همین تعریف علم آمار یا جملاتی که در ادامه میاریم میتونه سوال باشه. پس از آنها غافل نشوید. روش‌های آماری به تنهایی نمیتوانند معجزه کنند. این روش‌ها به ما کمک میکنند تا تصمیم بگیریم در موردشون. اگر شما یک موضوع آماری رو بررسی کردی، گفتی خب این اتفاق میفته، خب هیچ کاری نکردیم در واقع اون اتفاق میفته. اینکه چیکار بکنیم اون اتفاق نیفته یا چیکار بکنیم اون اتفاق خوبه بیفته، اون بحث تصمیم نهایی و اون در واقع راهکاریه که برای اون اطلاعات میخوایم در واقع در نظر بگیریم. حتی یک روش آماری مناسب هم نمیتونه دقیق‌تر یا صحیح‌تر از داده‌ها و حقایق اصلی باشه. واقعیت‌های اصلی بچه‌ها گاهی اوقات ما نمیتونیم پیدا بکنیم. و قطع به یقین اون چیزی که شما از آمار به دست میارید ممکن با مقدار واقعی تفاوت داشته باشه. حالا هرچی این تفاوت کمتر باشه ما دقتمون در واقع بالاتر میره. نتایج آماری باید توسط فردی که نه تنها روش ها بلکه موضوع مورد بحث رو هم کامل درک کرده باشه. ببین بچه ها، ما مثلا در مورد افراد بی سواد جامعه نمیتونیم بریم از وزیر نفت نظر بپرسیم. خب باید بریم از یه کارشناسی که تو دل این بی سوادی وجود داره، با اینا داره سر و کله میزنه، از اون باید نظر خواهی کرد. یعنی هر کسی باید توی در واقع جایگاه خودش نظر مناسب رو بده. این که میگن کارشناسی بشه، یعنی اون افرادی که در اون زمینه، در اون حیطه سواد کامل دارن و اطلاعات کامل دارن باید بیان در موردش صحبت بکنن، که خب کمتر دیده میشه همچین چیزی. بسیار خب، بخش اول درسمون تموم شد بچه ها. انجام بعد به سراغ مباحث در واقع تمرینی میریم، محاسباتی میریم، معیارهای گرایش مرکز و معیارهای گرایش به پراکنده که انشاءالله درس بعدی با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. فعلا خدا نگهدار. Be to